گزارش جدید سازمان ملل نشان می‌دهد جهان در سال 2022 میلادی حدود 19% از تولید مواد غذایی خود را هدر داده است. بر اساس برآوردهای سازمان ملل در سال 2022 در سراسر جهان روزانه معادل 1 میلیارد وعده غذایی دور ریخته شده است. نویسندگان گزارش شاخص ضایعات غذایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می‌گویند در این تخمین پایین ترین حد را در نظر گرفتند و مقدار واقعی می تواند بسیار بیشتر باشد. مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با ابراز تأسف در این باره گفته این یک تراژدی است و میلیون ها نفر در سراسر جهان گرسنه هستند در حالی که روزانه مقدار زیادی مواد غذایی دور ریخته می شود. گفته می شود این حجم از هدر رفت مواد غذایی در سال معادل 1000 میلیارد دلار است. نویسندگان این گزارش امیدوار هستند که انتشار این اطلاعات باعث شود تا مردم در سراسر جهان با استفاده درست از مواد غذایی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و صرف جویی در هزینه ها قدم بردارند. برای صحبت بیشتر در این باره حجت الاسلام سید محمد علی موسوی متقی کارشناس دینی از کربلای معلا با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. با توجه به اینکه شاهد جان باختن تعداد زیادی از انسان‌ها به دلیل گرسنگی هستیم، دور ریخته شدن حدود 1 میلیارد وعده غذایی را بر اساس مفاهیم دینی و روایات چگونه ارزیابی می‌کنید؟ جناب موسوی صدای بنده رو دارید؟ بله صداتون دارم. من یک بار دیگه سلام علیکم. من یک بار دیگه سوالمو میپرسم از خدمتتون. با توجه به اینکه بله جناب موسوی، با توجه به اینکه شاهد جان باختن تعداد زیادی از انسان‌ها به دلیل گرسنگی هستیم، دور ریخته شدن حدود 1 میلیارد وعده غذایی را بر اساس مفاهیم دینی و روایات چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بله، به حضور شما عزیزان عرض شد، جناب عالی همکارانتون و بینندگان عزیز، گزارشی رو که شبکه و اخبار شیعه به نوعی پخش کرده، گزارش جدید سازمان ملل هست که نشون میده در سال 2022 حدود 19% از تولید مواد غذایی هدر رفته شده. این 19% حالا بکنیم 20%، ما یه مقداری ارزم به خدمتون بدبینانه تر میبینیم و این 20% در واقع همون 1/5 یا به عبارت خمسه. یعنی اگر که اعتقاد اسلامی و قرآنی که در شیعه با اون تأکید میشه مبنی بر پرداخت 1/5 دارایی انسانهای غنی و مستغنی به فقرا، اگر این اعتقاد در دنیا بهش اهتمام داده میشد، مسلماً این 19 یا 20 درصد از مواد غذایی دورریز نمیشد. خب این نکته رو دقت کنید. یه نکته دیگه ای رو من اینجا تذکر بدم و اون این که اساساً حکومت‌ها و دولت‌ها و حاکمیت قدرت هست که ملت‌ها رو تربیت می‌کنه برای چجور زیستن و چگونه ارزم به خدمتون الگوی به اصطلاح زندگی رو تعیین کردن و بر اساس اون حرکت کردن. به نوعی در جهان امروز رسانه‌ها که در دست قدرت‌های حکومتی و حاکمان هست به مردم چگونه زیستن رو دیکته می‌کنه و انسان‌ها و چه در مرحله فرد، چه در مرحله خانواده، چه در مرحله امت، عرضم به خدمتون که یاد میگیرن که چجوری باید زندگی کنن و پایمند میشن به نحوه زندگی کردن، به نحوه چگونه زندگی کردن. باید. اگر در یک جامعه دولت‌ها، در یک جامعه دولت اون جامعه و در جامعه جهانی دولت‌ها تصمیم بر این بگیرن که اسراف نکنن، عرضم به خدمتون ملت‌ها هم اسراف نمی‌کنن و ملت‌ها بر اساس اون آموزش و پرورشی که بر اساس آموخته‌های خودشون در
فضای آموزشی و پرورشی اجتماع در واقع دریافت میکنن سعی میکنن اسراف نکنن. در یک خانواده دقت کنید یه فرزندی تربیت میشه و این فرزند یاد میگیری که از پدر مادرش یاد میگیری که اسراف نکنه، در یه خانواده دیگه یه فرزندی تربیت میشه و در اون خانواده اسراف به عنوان یک عمل عادی تلقی میشه و اون فرزند تربیت میشه که اسراف کنه. بر سر یک سفره دو فرزند کنار هم میشینن، یه فرزند درست غذا میخوره و اسراف نمیکنه، اما فرزند خانواده دیگه اسراف میکنه. بله. در اسلام و در آموزه های تربیتی و اخلاقی دین مبین اسلام و مذهب حق یعنی شیعه اسلام شریف، ما از امیر المؤمن علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام و ائمه دیگه حدیث بسیار ارزشمندی در این باب داریم. بله. که وقتی مطالعه میکنیم به یک نقطه عرضم به خدمتتون که بسیار تاکید شده و اون مسئله اقتصاد و میانه روی در مجموعه پرداخت ها و صرف و خرج های زندگی و مخصوصا در قضایای مرتبط با مواد غذایی و خوراک و عرضم به خدمتون که خوردنی ها و نوشیدنی ها. بله جناب آقای مصطفی علیه السلام میفرمایند اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خداوند برای بنده ای خیر طلب کند الهمه الاقتصاد، به او و به عرضم به خدمتون که زندگی او اقتصاد رو الهام میکنه و میآموزه و او رو بر اساس اقتصاد زندگیش رو به اصطلاح هدایت میکنه و حسن تدبیر. این حسن تدبیر همون موضوع مدیریت مسئله عرضم به خدمتون که هزینه ها و خرج هاست. بله. نه به سوء تدبیر بل اسراف، و او رو از سوء تدبیر یعنی مدیریت بد و اسراف در زندگی او رو دور میکنه. پس ببینید اینجا اگر حالا این هم در مرحله فرد هست و میتونه در مرحله اجتماع باشه، وقتی میگیم اذا اراد الله لعبد عبد خیرا فقط یک نفر ملاک نیست، اگر خدا برای یک امت برای یک ملت برای یک جامعه خیر بخواهد در حقیقت مدیرانی رو برای اون جامعه در واقع میگمارد، این که میگیم خدا میگمارد نه اینکه جبره، یعنی وقتی که یک جامعه مورد رحمت خدا قرار میگیره مدیرانی رو به نوعی به صورت تکوینی از دستگاه عالم از خداوند عالم طلب میکنند، یعنی از خدا میخواهند و خداوند به اونها مدیرانی رو عطا میکند که اینها اهل اقتصاد هستند و اهل حسن تدبیر هستند و وقتی که خداوند این مدیران رو به اینها عطا کرد اینها از سوء تدبیر و اسراف دوری میکنند و عرضم به خدمتون که اساسا جامعه یک جامعه متعادل و مقتصد و میانه روی میشود. بله جناب آقای موسوی، بر اساس مفاهیم دینی و آنچه از قرآن و اهل بیت به ما رسیده وظیفه افراد برخوردار در قبال افراد نیازمند چیست؟ خیلی کوتاه بفرمایید. خیلی کوتاه عرض میکنم. عرضم به خدمتتون که من اشاره کردم به موضوع خمس و پرداخت، عرضم به خدمتتون که 20% یا 1/5 از عرضم به خدمتتون که بالا بود و اضافه و اون چیزی که ما در زندگی در واقع بهش نیاز نداریم. اینجا دستور داده شده که ما توجهمون به فقرا باشه، چرا که اگر ما اهل تبذیر باشیم و اموالمون رو اونجایی که خدا راضی نیست و به اون نحوی که خدا راضی نیست صرف کنیم، ما در واقع سمت برادری شیطان رو داریم که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. چرا کانوا اخوان الشیاطین؟ چرا که برادر همیشه به اصطلاح پشتیبان برادره. شیطان به عنوان دشمن انسان از شیطان رو یعیدکم الفقر، و در جامعه ای که افراد برادری بخوان بکنن با شیطان در واقع فقر رو و همون روشی که شیطان دوست داره انسان همیشه ضعیف باشه و گرفتار باشه بر جامعه دیکته میکنن و انسانها رو فقیر میکنن. در جامعه ای که انسانها برادران ولی الله باشند فقر رو از جامعه با بخشیدن بخشی از مالشون به فقرا که در آیات قرآن هست والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسانی مؤمنان کسانی هستند که در اموالشون حق مسلمی هست برای انسان گرفتار و محرومی که
عرضم به خدمتون که خداوند به عوامل متعدد عرضم به خدمتون که رزق رو بر اونها تنگ گرفته، یعنی به عبارتی در ورطه‌ای افتادن که رزق بر اونها تنگ شده. در دعاها میکنیم میخونیم که ورزقنی مواسات من قطعت علیه من رزقک به ما فضلت علیه به ما وسعت علیه من فضلک. خدایا به من این افتخار رو بده، این توفیق رو بده که من مواسات کنم، همدردی کنم با کسانی که تو روزی رو بر اونها تنگ گرفتی بر اساس اون رحم و مرحمت و فضلی که به من کردی و دست من باز هست و بتونم فقرا رو پشتیبانی کنم و فقر رو به نحوی از جامعه پاک کنم. ممنونم از شما حجت الاسلام سید محمد علی موسوی متقی از شهر مقدس کربلا.